وارد اخلاق والدینی، یعنی در واقع اخلاق فرزند پروری میخوام بشم. درباره فرزند پروری سه دسته مباحث هست که من بهش نمیپردازم و فقط به یه دسته چهارم میپردازم، ولی برای اینکه اسکلت مباحث کاملا تو ذهن شما روشن باشه به اونا اشاره میکنم. یک دسته مباحث درباره فرزند پروری اصلا درباره اینه که با توسل به فناوری جدید پزشکی و فناوری‌های روز به روز پیشرونده تر پزشکی، یک سلسله مطالبی در فرزند آوری مطرح میشه که من فهرستش رو خدمت شما عرض می‌کنم. مثلا یکی از مسائل خیلی مهم اینه که آیا جلوگیری از بارداری از لحاظ اخلاقی درسته یا نه؟ این که اصلا ما جلوگیری کنیم از این که باردار بشیم، یعنی جلوگیری کنیم از این که اصلا فرزند به دنیا بیاریم. آیا اگر جلوگیری نکردیم و جنین پدید آمد، آیا سقط جنین، کوتاژ جنین، آیا مجاز به لحاظ اخلاقی یا نه؟ باز به این هم نمیم. اگر به دنیا اومد ولی دیدیم که دارای بیماری یا نقص عضوی است که یقین داریم تا آخر عمرش جز شکنجه نخواهد داشت، آیا فرزند کشی به لحاظ اخلاقی رواست یا نه؟ چون بعضی از بیماری ها رو ما میدونیم که فرزند با داشتن این بیماری تمام عمرش فقط درد و رنج خواهد کشید و هیچ لذتی از زندگی نمیبره. آیا ما میتونیم فرزند کشی به این معنا، یعنی نوعی کشتن فرزند منطقه از راه ترحم بر فرزند، نه از راه دشمنی با فرزند، از راه ترحم بر فرزند، آیا جایزه یا نه؟ آیا مهندسی ژنتیک جایزه یا نه؟ آیا درست است که من دخل و تصرف بکنم در ویژگی های جنین و جنینی مطابق نقشه و برنامه‌ای که خودم دوست دارم به دنیا بیارم؟ یعنی آیا پدر و مادر یا پدر یا مادر، هر کدام، یعنی چه انفرادن و چه اجتماعن، آیا حق دارن که در ژن خودشون دستکاری های ژنتیک بکنن و بچه طبق طرح و برنامه و طبق ذوق و سلیقه خودشون و طبق اون چیزی که خودشون میخوان در فرزندشون وجود داشته باشه ایجاد بکنن در جنین یا نه؟ که این کار در مراحل مختلف میتونه انجام بگیره، در لقاح میتونه انجام بگیره، در مراحل پس از لقاح هم میتونه انجام بگیره. اینم باز یک بحثی که باید بحث. و یکی دیگه، آیا لقاح مصنوعی از لحاظ اخلاقی جایزه یا نه؟ اینه یک سلسله مباحثی است که گفتم بهش نمیپردازم. این مباحث اگر دقت بکنین همش برمیگرده به پیشرفت فناوری پزشکی. اگه قبلا که فناوری پزشکی پیشرفت نکرده بود، هیچ کدام از اینا تقریبا معنادار نبود، اما الان کاملا مبتلا به همه ماست و کمابیش در همه جوامع هم پدران و مادران بر سر این تصمیم گیری ها گاهی متوقف میمونن، حیران میمونن، بلا تکلیف میمونن که چه باید بکنن. این یه دسته مسائلی که گفتم بهش نمیپردازم. یه دسته مسائل دومی که بهش نمیپردازم مسئله اینه که آیا پدر و مادر به صرف این که پدر و مادران حق تولید مثل در هر اوضاع و احوالی دارند یا نه؟ اینم مسئله دومی است که نمی‌پردازم. اینی که به فناوری پزشکی ربطی نداره. اون مسائل قبلی همش به فناوری پزشکی ربط پیدا می‌کنه. آیا مثلا فرض کنید که پدر و مادر میتونن وقتی در یک کشور قحطی زده به سر می‌برند یا در وقتی یک کشوری جنگ زده مثل سوریه به سر می‌برند، آیا میتونن بچه دار بشن؟ حق اخلاقی دارن بچه دار بشن؟ علاوه بر این که میدونن اگر بچهشون به دنیا بیاد از اولیات زندگی، یعنی حتی از برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیک و بیولوژیکش هم عاجزه، آیا حق دارن یا حق ندارن؟ اگر پدر و مادر بدونن که اگر هم به سری بکنن فرزند ناقصی به دنیا میارن،
آیا حق دارن؟ میتونن بگن ما بالاخره زن و شوهریم و اخلاقا میتونیم تولید مثل داشته باشیم، دلمون میخواد تولید مثل داشته باشیم، ولی پزشکی به ما قاطعا گفته که بچه‌تون اگر به دنیا اومد بچه ناقصی خواهد بود. آیا من میتونم بگم باشه من بچه ناقص به دنیا میارم ولی و پدر و مادرم خودم ازش بعدا حراست میکنم، حفظ و حراست که به عهده میگیرم، یا نه صرف ازدواج مجوز فرزند آوری نیست. این مجوز فرزند آوری بودن یا نبودن همونطور که گفتم در دو حالت خیلی مسئله رو حاد میکنه. یکی وقتی که من یا همسرم یا هر دو در وضعی هستیم که بچه‌مون حتما ناقص به دنیا خواهد آمد، حتما بیمار صعب العلاج یا لا علاج به دنیا خواهد آمد. یکی هم وقتی که اوضاع و احوال بیرونی یا به لحاظ اقلیم طبیعی یا به لحاظ محیط اجتماعی وقتی به صورتیه که بچه اون وقت به دنیا یا سالم هم به دنیا میاد ولی اصلا آب خوردنشو نداره، غذا را خوردنش نداره، مطلقا نمیتونه امنیت داشته باشه. ممکنه در محیطی هستیم که کودک دزدی میکنن، ممکنه در محیطی هستیم که حتما سربازان دشمن آزار جنسی به کودک من میدن. آیا در اینجا ها به صرف این که من پدرم یا مادرم میتونم بچه دار بشن یا نه؟ من به این مباحثم باز نمیپردازم، اینم مسائل دومی که نمیپردازیم بشه. اما یه مسائل سومی هم هست که اونها رو باید بشه نمیپردازم و اون که چقدر شخصی میتونه فرزند دیگری رو به انواع مختلفی از آن خودش بکنه. مسئله فرزند خواندگی، با چه شرایطی من میتونم یک پدر بچه‌ای رو که پدر داره یا مادر داره به فرزند خواندگی قبول کنم؟ حتی اون چیزی که در قدیم وجود داشت تحت عنوان رضا، یعنی این که بچه از غیر مادر خودش در واقع ارتضاء بکنه و شیر بخوره، اونم یه نوعی انگار بچه رو یه حسه ای یه سهمی از بچه رو به خود به سوی خود کشیدنه، به سوی خودی که اون خود نه پدر بچه است نه مادر بچه است. این که من چقدر به هر حال میتونم از حاصل همبستری یک زن و مرد که فرزندی خواهد بود، این فرزند چقدر میتونم، من که نه پدر اون بچه هم نه مادر اون بچه، میتونم به زندگی خودم واردش کنم، که میشه همه این مباحث رو تحت عنوان فرزند خواندگی تحت کرد. این سه دست مسائل خیلی مهمن و من این مسائل نمیپردازم. من در واقع گویا وضع طبیعی رو در نظر میگیرم که بچه های به دنیا آمدن و میخوام ببینم حالا از این به بعد پدر و مادر نسبت به بچه به دنیا آمده خودشون چه وظایف اخلاقی دارن، نه این که آیا میتونستن جلوی بچه دار شدن رو بگیرن یا نه و آیا حق داشتن جلوی بچه دار شدن خودشون رو بگیرن یا نه و اونا رو کار ندارم. انگار در یه محیطی که مثلا معمولا اکثر ما تو اون محیط قرار داریم که بالاخره بچه های یکی دوتا بچه داریم، من فقط به این مسائل میپردازم. میدونید چرا به اون مسائل نمیپردازم؟ غیر از اینکه البته وقت و فراغ بادش هم نداریم، به خاطر اینکه این مسائلی که بهش میپردازم بیشتر هممون باش سر و کار داریم. اون مسائل مال یه خانواده های خاصیه، یه موارد نادریه نسبتاً هر کدوم از اون مسائلی که اسم بردم. اینه که به مسائل عام میپردازن. بنابراین اون سه دست مسئله‌ای که گفتم اینا، یعنی مسائلی که مربوط به فناوری پزشکی میشه، من اینا رو واقعا حذف کردم. مسائلی که راجع به اینه که اصلا پدر و مادر حق تولید مثلشون آیا مطلقه؟ در هر اوضاع و احوال حق دارن بچه دنیا بیارن یا در بعضی از اوضاع و احوال حق ندارن بچه دنیا بیارن؟ حالا یا به خاطر اقلیم طبیعی یا محیط اجتماعی و یا به خاطر ویژگی‌هایی که خود پدر یا مادر دارن، نقص و بیماری که دارن، اونا بهش نپرداختن. این مسئله هم که چقدر آدم میتونه فرزند دیگران رو وارد زندگی خودش بکنه، انگار یه حسه و سهمی از پدری یا مادری رو از خود پدر و مادر گویا میگیره و اختصاص میده به خودش، اینا رو بهش نمیپرداز. در مواقع عادی میگه. خب آیا چه خدمتتون عرض کنم که وظایفی اخلاقا بر دوش پدر و مادر هست؟ اول وظیفه‌ای که از لحاظ اخلاقی بر دوش پدر و مادر هست، البته و اونم واسه صورت طبیعی به ذهن همه میاد، اینه که نیازهای فرزند رو برآورده کنند. اما اینجا مسئله تو این سادگی نیست که میگیم نیازهای بچه رو برآورده کنند
همه کس قبول میکنه، ولی وقتی میریم سراغ اصل مسئله میبینیم ابهام پیدا میکنه. اول ابهامی که وجود داره ابهام بین نیاز و خواسته است. پدر و مادر باید نیازهای بچه رو برآورده کنن، نه لزوما خواسته های بچه رو. و خب تفکیک نیاز و خواسته خودش یک تفکیک نظری بسیار مهم و در این حال دشوار است. نیاز برای هر ارگانیزمی، حالا چه نیاز برای یک درخت رو بگیم، یک گلی که توی گلدونه، یه نبات، یا نیاز یک خرگوش رو بگیم، نیاز یک گاو رو بگیم، یعنی در عالم حیوانات، و چه نیاز انسان. هر ارگانیزمی، هر موجود زنده ای یک سلسله نیازها داره. این نیازها چیزهایی هست که اگر این موجود زنده نتونه به اون چیزها برسه، حیاتش یا به لحاظ کمی به انقطاع میرسه، به آخر میرسه، به انتها میرسه، به زبان ساده یعنی میمیره. اون گیاه میپژوره، خشک میشه، اون حیوان میمیره، اون انسان میمیره. یا به لحاظ کمی حیاتش انقطاع پیدا میکنه و به انتها میرسه، یا به لحاظ کیفی حیاتش دیگه واجد کیفیت هایی که اون موجود باید داشته باشه نیست. مثلا درخت میمونه ولی میوه هاش دیگه فاسده، میوه هاش قبل از رسیدن میریزه، ناجه میکنی کر خوردگی پیدا میکنه. در واقع اگر درختی اینطور شد، معلومه که به نیازش رسیدگی نشده. یا حیوان به همین ترتیب، انسان به همین ترتیب. بنابراین نیاز تابع هوا و هوس من و تو نیست. هر موجود نباتی، هر موجود حیوانی و هر موجود انسانی یک سلسله چیزها در موردش چنانند که اگه او به اون چیزها نرسه، به لحاظ کمی یا کیفی کاملا ویژگی های حیات مطلوب رو از دست میده، یا اصلا میمیره یا نمیمیره، ولی زندگی در خور اون نوع نمی کنه. اگه نوع نبات، در خور نبات، اگه نوع حیوان، در خور حیوان، و اگر هم انسان، در خور انسان. این نیازه. اما یه چیز دیگه هم وجود داره غیر از نیاز، و اون خواسته های ماست. ما انسان ها علاوه بر نیاز هم یه خواسته هایی هم داریم. یعنی ممکنه بدن من مطلقا نیاز به بستنی نداشته باشه، ولی من هوس بستنی کرده باشه. توجه میکنید؟ خب در اینجا من خواسته دارم، یه خواسته دارم که تا به اون خواستم هم نرسم ناآرامم، مضطربم و در رنجم، چون خواسته ایست و این خواسته رو بهش نرسیدم. اگر انسان یه موجود آرمانی ای بود، یا اگر بعضی از ما نادرن تبدیل بشیم به یک انسان کاملا آرمانی، معناش اینه که هر چیزی را که بهش نیاز داریم حتما میخواهیم، و هر چیزی را هم که میخواهیم حتما بهش نیاز داریم. اما اگر نادر انسان‌های در طول تاریخ این محقق شده، انسانی که هر چیزی را این پیدا کرد که بهش نیاز داره حتما میخواهد اون چیز رو، و از اون طرف هم هر چیزی رو که میخواهد حتما بهش نیاز داره. یعنی انسانی که نیازها و خواسته هاش کاملا مثل این دو دست من بر هم انطباق داره، این به ندرت رخ میده در تاریخ. اکثر ما انسان ها نیازهامون با خواسته هامون همیشه انطباق نداره بر هم. یعنی نیاز به چیزی داریم ولی اون چیز رو نمیخوایم، یا برعکس چیزی رو میخوایم که نیاز به اون چیز نداریم. درسته؟ این چیزیست که در همه ما انسان ها هست، و این چیزیست که هر چه ما به سن کودکی نزدیکتر میشیم شدیدتر هم هست. یعنی در یه بچه 3 ساله بیشتر نیازش و خواستش در دو سوی متعارض سیر میکنه. بچه 7 ساله باز کمتر، بچه 15 ساله بازم کمتر. ولی چون این هم نیست که بگیم حالا که هی داره تعارض نیاز و خواستمون کمتر و کمتر و کمتر میشه، اگه به 40 سالگی رسیدیم، 50 سالگی دیگه حتما این دو تا با هم چی میشن؟ در واقع همسو میشن، هماهنگ میشن. اصلا و ابدا اینجوری نیست. جز انسانهای نادری در طول تاریخ، همه ما تا آخرین روز عمرمون لزوما اینجوری نیست که هر چه نیاز داشته باشیم بخوایم، یا هر چه میخوایم رو حتما بهش نیاز داشته باشیم. خیلی چیزها تو عمرمون هست که بهش نیاز داریم و نمیخوام.
یا میخواییم و بهشون نیاز نداریم. البته مواردی هم هست که چیزی رو که میخواییم بهش نیاز هم داریم و چیزی رو که بهش نیاز داریم هم میخواییم، اما این موارد همه موارد رو شامل نمیشه. نه میکنیم. بنابراین یک موجود مثل نباتات، مثل حیوانات، مثل انسان‌ها یک سلسله نیازهایی داره که الا و لابد باید بهش برسه. اما فرق ما انسان‌ها با حیوانات و نباتات در اینه که در نباتات و حیوانات دیگه خواسته ای غیر منطبق بر نیاز وجود نداره، اما ما انسان‌ها این توانایی رو داریم که چیز رو بخوایم که بهش نیاز نداریم یا چیز رو که بهش نیاز داریم نخوایم. در دوران کودکی این بسیار بسیار شدیدتره. از این نظرم هست که از قدیم عالمان اخلاق میگفتن پدر و مادر، حالا خواهم بعدا بحث خیلی پیچیده ترش پیش میاد که تا کی، ولی پدر و مادر تا زمانی باید کاملا نظارت داشته باشن بر زندگی فرزندشون، برای این که نکنه فرزندشون نیازی را نخواد و طبعا این نیاز درش برآورده نشه و به مشکل بر بخوره فرزند، یا برعکس چیزی رو بخواد که برخلاف نیازش هست و بعد وقتی اون چیز رو بهش رسی در واقع باز به مشکلی بر بخوره. یعنی یک نوع نظارت پدر و مادر رو بر نیازها میخواد. نمیشه بچه رو به حال خودش بگذارم. طبعا شکی نیست که بچه من که سرما خورده الان قرص و کپسول و شربت و آمپول رو مطلقا نمیخواد، با اینکه بدنش کاملا بهش نیاز داره. از اون طرف بستنی اصلا بدنش بهش نیاز نداره، بلکه درست خلاف مصالح بدنشه، ولی خب در واقع میخواد. این تفکیک نیاز از خواسته را با عبارتهای دیگری هم فیلسوفان و روانشناسان بحث کردن. گاهی به جای این که بگن خواسته یک چیزه و نیاز یک چیز دیگه است، میگن خوشایند و بدایند یک چیزه، مصلحت و مفسده یک چیز دیگه است. ممکنه توی چیز خوشت بیاد ولی به مصلحتت نباشه، یه چیزی رو بدت بیاد ولی اتفاقا به مصلحتته. بنابراین تفکیک خوشایند و بدایند از سوی، از مصلحت و مفسده از سوی دیگری، این گاهی میکنه. اصطلاحات دیگری هم به کار میبرن که اونا رو من نمیخوام وارد بحثش بشن، چون با همین تعبیر نیاز و خواسته کار ما میگذره. حالا بحث بر سر اینه که اول وظیفه ای که از لحاظ اخلاقی پدر و مادر نسبت به فرزند دارن اینه که نیازهای او رو برآورده کنند. خب این نیازهای او رو برآورده کنند تا وقتی نیاز بچه با خواستش انطباق داره پدر و مادر مشکلی ندارن، تا وقتی خواسته بچه هم با نیازش انطباق داره طبعا مشکلی ندارن. اما وقتی که بچه نیازش یه چیزه و خواستش یه چیزی خلاف اون نیازه و چیزی رو که نیاز داره نمیخواد، اینجا باید کدوم و کدوم مقدم بکنن؟ این اول بحثه و اون بحث اینه که هیچ وقت نیاز رو فدای خواسته نباید کرد، باید خواسته رو فدای نیاز کرد. اگر با هم همسو نبودن، اگر همسو بودن که خیلی خوبه، هم من بچه‌مو خواستش رو بهش دادم و هم نیازش رو برآورده کردم، اما وقتی خواستش چیزی و نیازش چیز دیگریه، شکی نیست که باید نیاز رو عرض کنم که ترجیح بدیم بر چی؟ بر خواسته، و بگیم تو خواستت بستنیه اما نیاز قرصه، من قرص به تو میدم و بستنی رو به تو نمیدم، چون قرصه که نیاز تو رو برآورده میکنه. بستنی نه فقط بهش نیاز نداری بلکه بالاتر از اون، اصلا اگه بخوری به بدنت لطمه ای خواهد رسید. تا اینجا روشنه که باید این کار رو کرد. اما وقتی بچه رو نیازش رو ترجیح میدید بر خواستش و با این که بستنی میخواد بستنی روش نمیدید و با این که قرص رو نمیخواد یا شربت رو نمیخواد، قرص و شربت رو یا آمپول رو در واقع برش اعمال میکنید و برش تحمیل میکنید، دستخوش چی میشه؟ دستخوش این میشه که احساس میکنه بچه شما به خوشایندش بی‌اعتنایی کرده. درسته؟ به خواستش بی‌اعتنایی کرده. هر که احساس بکنه به خواستش بی‌اعتنایی شده، به خوشایندش بی‌اعتنایی شده، در واقع احساس میکنه که باش به خشونت رفتار شده. خشونت تعریف دقیقش یعنی کاری با کسی کردن که اون کس از این کار خوشش نمیاد، اون کس از این کار بدش میاد، اینوش میاد خوشونه. درسته؟
این از یک فرض کنید که ندادن بستنی به یک بچه ای که بستنی میخواد، این خشونت شروع میشه تا شکنجه کردن یه اسیر زندانی در زندان. اینا همش خشونته، چون همش در واقع وارد کردن چیزیست به طرف مقابل که اون چیز خوشایند او نیست. درسته؟ خلافه. خب وقت معناش این میشه که شما وظیفتون این بوده که اگر نیاز بچه‌تون با خواستش تعارض پیدا کرد، نیاز رو بر خواسته ترجیح بدید و طبعا به بچه‌تون خواستش رو ندید، آنچرا که خوشایندشه بهش ندید. و طبعا وقتی بچه‌تون بشنوید احساس میکنه پدر یا مادر با او خشونت کردن، ولی خشونت خیلی چی در واقع رقیقه، ولی بخیر خشونت. درسته؟ اما این خشونت با خشونت کسی که در زندان به یک زندانی اسیر شکنجه میده فرقش اینه که این خشونت ناشی از اینه که به بچه‌تون عشق می‌ورزیده اید، اما اون خشونت به خاطر اینه که شکنجهگر از زندانی نفرت باشه. به این خشونت میگن خشونت عشق، یعنی خشونتی که شما با کسی میکنید که نیاز او با خواستش تعارض پیدا کرده و شما طرف چیشو گرفته اید؟ طرف نیازشو گرفته اید. و چون طرف نیازشو گرفته اید و خواستشو بهش نداده اید، خوشایندشو بهش نداده اید، احساس میکنه با خشونت کرده اید. این خشونت، خشونت عشقه. و یکی از جدایی که من گفتم، یکی از پنج پارادوکسی که در تعلیم و تربیت وجود داره، یکیش اینه، خشونت عشق. چون به نظر به پارادوکس با هم، آخه خشونت از راه عاشقی، آدم عاشق باشه و خشونت بکنه، آره دیگه. چون وقتی عاشق باشید مصلحت طرف مقابلتون رو میخواید، نه خوشایندش رو، نیازش رو میخواید نه خواستش رو. توجه میکنید؟ وقت طبعا وقتی مصلحتش رو در نظر میگید و خوشایندش رو شنیدید، این ناشی از خشونته. ولی این خشونتیست که پدر و مادر در حق فرزندشون میکنن، ولی خشونت ناشی از عشقه. نظیر این خشونت رو ممکنه معلم یا مربی هم در حق متعلم و متربیش بکنه که اونم خشونت ناشی از عشقه. این البته معناش این نیست که هر خشونتی خشونت ناشی از عشقه ها، اتفاقا اکثر خشونت هایی که در عالم رخ میده خشونت های ناشی از نفرته. ولی خشونت ناشی از عشق هم علارغم پارادوکسیکال بودن و تناقض‌آمیز بودنش امکان داره. یعنی امکان داره که من بخوام شب امتحان تلویزیون ببینم، بخوام برم فوتبال کنم و پدر و مادرم تشخیص میدن که امشب اگر من نخوابم فردا نتیجه کنکورم، نتیجه امتحانم منفی خواهد بود. این معناش اینه. پس شکی نیست که به لحاظ مفهومی همیشه باید نیاز رو ترجیح داد بر از میکنم خوشایند. اما بحث پیچیده اینه که کی حق داره بفهمه کی نیازش به چیه؟ من از کجا حق دارم بفهمم نیاز بچم به چیه که بگم نیازش رو فهمیدم چی بود؟ اون وقت خواستش ناسازگار بود با نیازش، اون وقت من نیازش رو بر خواستش غلبه دادم، ترجیح دادم. چه راهی وجود داره برای اینکه ما نیاز بچم رو بفهمیم؟ آیا همینطور من پدر میتونم بگم من فهمیدم که بچم نیاز داره که مهندس بشه در آینده؟ میتونم بگم من فهمیدم که بچه‌م نیاز داره که سفر نره، فهمیدم که بچه‌م نیاز به بازی نداره، ولی خواستش بازیه، ولی فهمیدم نیاز نداره. آیا هر پدر یا مادری داور خوبی هم برای این که بچه‌شون به چه چیزهایی نیاز داره و به چه چیزهایی نیاز نداره؟ اینجاست که یه تقسیم بندی که در جای دیگر چند جای دیگر گفته شده، چاره جزی نیست که به این تقسیم بندی اشاره بشه و معلوم بشه که درسته تو باید همیشه نیاز رو ترجیح بدی بر خواسته، ولی باید اول بفهمی نیاز واقعا چیه. یه وقتی نکنه بچت رو از خواستش محروم میکنی و اتفاقا نیازش رو هم برآورده نمیکنی، چون نفهمیده ای که این واقعا نیازش هست یا نیازش نیست. آدم از کجا میفهمه؟ شما خیلی دقت میکنید که مثلا ما تو علوم دانش پزشکی پدر و مادر نیاز بچه‌شون از کجا میفهمن؟ از راه رجوع به طبیب. درسته؟ میگن ما خودمون که طبیب نیستیم، پزشک نیستیم، و بنابراین بچه‌شون برن پیش طبیب و ازش میخوان که تو بفهم که چی بچه‌م نیاز داره ولو نمیخواد، و چی میخواد بچه‌م که بهش نیاز نداره بلکه خلاف نیازشه، بلکه خلاف مصالحشه. خب به پزشک رجوع میکنه.
ما انگار در عالم نیازهای جسمانی کارمون نسبتاً آسان‌تره، چون پدر و مادر میتونن از پزشکی استنباط کنن، از متخصص علوم تغذیه استنباط کنن و از او بپرسن که چی بچه‌م نیاز داره و چی نیاز نداره، چی میخواد و نیازش نیست، چی نمیخواد و نیازش هست. اما خب نیازهای بچه که فقط نیازهای بدنش نیست، بچه به لحاظ ذهنی هم نیازهای فراوانی داره، اونو باید به کی رجوع کرد؟ به لحاظ روانی هم نیازهای فراوانی داره، اونو باید به کی رجوع کرد؟ اینجاست که مسئله خیلی پیچیده‌ای که پدر و مادری که میخوان اخلاقی رفتار بکنن باشون مواجهن، اینه که به خود وقتی رجوع میکنن پدر و مادر میبینن که من میخوام نیازهای بچه ها برآورده کنم، ولی اصلا تشخیص مصداقی نیازها برام مشکل شده، نمیفهمم چه چیزی مصداق نیازه و چه چیزی مصداق نیاز نیست. درسته، در اینجا باید یک بحث مربوط به معرفت شناسی رو طرح کنم. ببینید، هر سخنی که بر زبان من جاری میشه یا بر قلم من جاری میشه یا بر زبان و قلم هر کسی جاری میشه، یعنی هر گفته ای یا هر نوشته ای، این در یک تقسیم بندی قابل تقسیم به دو قسم خوند بکنید، یا صدق و کذب داره اون سخن یا صدق و کذب نداره، یا صدق و کذب پذیره یا صدق و کذب پذیر نیست. اگر من گفتم امروز مثلا چهارشنبه است، این سخن من یا راسته یا دروغ، درسته؟ و چون امروز واقعا چهارشنبه است، شما میتونید بگید این سخن راسته. اگه گفته بودم پنجشنبه است یا اگر گفته بودم سه‌شنبه است، خب سخنم کاذب بود، صادق نه. اگر بگم زمین کرویه، سخنم یا راسته یا ناراسته، یعنی یا کاذب یا صادق، روشن دیگه. این یک دست سخنان، به این سخنانی که راست یا دروغ میشه بهشون نسبت داد، کاذب یا صادق میشه نسبت داد، به اینا میتونیم بگیم ادعاهای ابجکتیو، یعنی ادعاهای عینی، ادعاهای آفاقی، ادعاهایی که در باب عالم واقع هست. عینی وقتی میگیم یعنی واقعی، عینی برای چشم مراد نیست. ما ادعاهایی در باب عالم واقع کرده ایم. حالا اگر ادعا بکنم زمین کرویه، ادعام در باب عالم واقع و صادقه. اگر بگم زمین مسطحه، بازم ادعام در باب عالم واقع، ولی ادعام چی در واقع؟ کاذبه. یعنی گزارش کاذبانه دارم از عالم واقع میدم، یه وقتم گزارش صادقانه میدم. این ادعاها رو به لحاظ معرفت شناختی بشیم ادعاهای ابجکتیو، یعنی ادعاهای عینی که در باب عالم واقع، ادعاهای آفاقی. اما یه وقت هست که یه ادعایی، این ادعا اصلا صادق و کاذب نداره، درسته؟ مثلا اگر من گفتم که زیباترین رنگ جهان آبیه و شما گفتید نه زیباترین رنگ جهان سبز، به نظر شما کدومش صادقه یا کدومش کاذبه؟ اینجا اصلا صادق و کاذب معنا نداره. نمیتونیم بگیم برید تحقیق کنید فیزیک دانان نور و کسانی که در فیزیک نور کار میکنید یا در فیزیک رنگ ها کار میکنید، برید تحقیق کنید ببینید که آیا این که میگه زیباترین رنگ جهان آبیه راست میگه یا اون که میگه زیباترین رنگ جهان سبزه. این ادعا اصلا صادق و کاذب نداره، صدق و کذب نداره، چون اون کسی که میگه زیباترین رنگ جهان آبیه معنای حرفش اینه که به نظرم زیباترین رنگ جهان آبی میاد، اونم که میگه زیباترین رنگ جهان سبزه، یعنی به نظر من زیباترین رنگ جهان سبز میاد. هم راست میگه، همون راست میگه دیگه، راست میگه دیگه، زیباترین رنگ جهان به نظرش. اما هیچ کی نمیتونه بگه چون من راست میگم پس تو دروغ میگی یا چون تو دروغ میگی من راست میگم. نه، اینا صدق و کذب نمیپذیرن، صدق و کذب ندارن. مثال دیگه بزنم، اگر من به شما گفتم که یه لیوان آب بر من بیار، نمیتونی بگی آقا چرا دروغ میگی؟ اگه گفته بودم تو یک لیوان آب آوردی، یا صادق بود جملم یا کاذب. اگر گفتم تا یک ساعت دیگر یک لیوان آب برام خواهی آورد، باز این جملم یا صادق یا کاذب. اما وقتی میگم یک لیوان آب بیار، بیار امر، این که صادق و کاذب نداره، که تو میگی چرا حرف دروغ میزنی؟ نه، امر و نهی اینا صادق و کاذب ندارن، تقاضاها صادق و کاذب ندارن،
خواهش ها صادق و کاذب ندارن، توصیه ها و پیشنهاد ها صادق و کاذب ندارن. اگر شما گفتم که توصیه میکنم از این روی صندلی پاشید بری روی اون صندلی، وقت به من میگید که چرا دروغ میگی؟ دروغ نگفتم، من هم توصیه به تو میکنم. توصیه ها، امر ها، نهی ها، پیشنهاد ها، تقاضاها، خواهش ها، التماس ها، سوال ها، سوال هم صادق و کاذب نداره. به شما میگم آقا ساعت چنده؟ وقت میگید آقا چرا دروغ میگی؟ معنا داره؟ یا چرا راست میگی؟ نه، من که نگفتم ساعت 5 یا 6 که راست و دروغ باشه، میگم ساعت چنده؟ سوال هم صادق و کاذب نداره. آرزوها صادق و کاذب نداره. میگم ای کاش جوانی برمیگشت. اگه میگفتم جوانی برمیگردد، وقت این جمله چی بود در واقع؟ کاذب بود، مسلم کاذبه، هیچ وقت جوانی بر نمیگرده. اما وقتی که میگم ای کاش جوانی برمیگشت، این صادق و کاذب نداره. درسته؟ به این جمله هایی که صادق و کاذب ندارند و اصلا بهشون صدق و کذب نمیشه نسبت داد که انواع متعددی دارند، به این جمله ها میگن جمله های سابجکتی، یعنی جمله های ذهنی، دارن فقط گویای ذهن منن. وقتی من میگم ای کاش جوانی برمیگشت، شما چیزی راجع به عالم واقع با خبر داشته میشید، اما یه چیزی از درون من میفهمید. از درون من چی میفهمید؟ میفهمید که از اینکه پیر شدم بیزارم، از اینکه پیر شدم خستم، از اینکه پیر شدم ملولم، ولی چیزی راجع به عالم واقع نمیفهمید، فقط اینو میفهمید. وقتی میگم ساعت چنده، چیزی از عالم واقع نمیفهمید، ولی از ذهن من یه چیز دستی بهتون میشه، و اون که ذهن من الان در وضعیه که نیازمند به دانستن وقته. از این نظر به این گزاره ها میگن گزاره های سابجکتیف، گزاره های ذهنی، گزاره های انفسی، گزاره هایی که حکایت از درون ما میکنه، اما چیزی را که عالم واقع راست یا دروغ نمیگه، نه راست نه دروغ. این میشن گزاره های سابجکتیف. پس گزاره های سابجکتیف اونایی بودن که راست و دروغ ندارن، و گزاره های ابجکتیو گزاره هایی بودن که راست و دروغ دارن. حالا گزاره های ابجکتیو که قسم اولن که راست و دروغ دارن، اینا خودشون در درون خودشون به دو دسته قابل تقسیم دارن. بعضی هاشون راست و دروغ دارن و وضع کنونی علوم و معارف بشری میتونه معلوم کنه که راستن یا دروغن. بعضی هاشون راست و دروغ دارن ولی هنوز بشر نفهمیده راستن یا دروغن، چون هنوز وسائلش رو اختیار نداره. مثال بزنم، اگر من گفتم که آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، یا در 90 درجه سانتیگراد به جوش میاد، یا در 110 درجه سانتیگراد به جوش میاد، اولا این جمله من راست، این سه تا جمله که من گفتم راست و دروغ داره یا نداره؟ داره. الانم وضع فیزیک به جای رسیده که بفهمه که کدوم تا این سه تا گزارشی هم راستن. وقت به من فیزیکدان به من میگه اون که میگفتی در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد راست میگفتی، ولی اون که میگفتی در 90 درجه سانتیگراد یا در 110 درجه سانتیگراد به جوش میاد، این سخن مطابق با واقع نبود. پس ببینید الان این که آب در 100 درجه سانتیگراد یا 90 درجه 110 درجه به جوش میاد ابجکتیو، راست و دروغ داره، ولی راست و دروغش رو بشر میتونه کشف کنه، میتونه بفهمه. اما اگر من به شما این ادعا رو کردم، گفتم در کهکشانی که 40 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره اکسیژن وجود داره، این جمله راست و دروغ داره یا نداره؟ داره دیگه، بالاخره یا تو اون کهکشانه اکسیژن وجود داره یا وجود نداره، پس راست و دروغ داره. ولی الان میتونه فهمی جمله راست یا دروغ داره؟ نمیتونه، چون هنوز دانش بشر به جایی نرسیده که بفهمه تو اون کهکشانی که 10 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره اکسیژنی هم وجود داره یا نداره. چون وجود داره و نداره شو میدونیم یکیش درسته یکیش نادرسته، ولی نمیدونیم کدومش درسته و کدومش نادرسته. درسته؟ پس گزاره هایی که صادق و کاذب دارندن در درون، یعنی گزاره های ابجکتیو، در درون خودشون به این دو دسته تقسیم میشن. گزاره های ابجکتیوی که راست و دروغ دارن ولی راست یا دروغشون رو همین الان میتونیم کشف کنیم، و گزاره هایی که فلواقع راست و دروغ دارن، بالاخره یا راستن یا دروغن، ولی بشر هنوز نفهمیده که راستن یا دروغن. توجه میکنید؟ این مثل این نمونه که من اگر الان به شما بگم که تعداد مورچه های این اتاق بیشتر از 47 هاست، و یکی بگه کمتر از 47 هاست، و یکی بگه اصلا در اینا 47 هاست، اینجا بالاخره یکی از ما ستا حد اکثر راست میگه. درسته؟ یا 47 هاست یا کمتر یا بیشتر.
ولی میتونیم کشف بکنیم که حق با کدوم از ماست. راجع به کدوم میتونیم کشف بکنیم. اما ممکنه اگه من بگم که یکی از مورچه های این اتاق الان بارداره، ممکنه این جمله یا راست باشه یا دروغ، اما ما نمیتونیم بارداری یه مورچه رو کشف بکنیم. هنوز علم ما جای نرسیده که بتونیم یه مورچه رو وقتی میبینیمش بفهمیم باردار یا باردار نیست. پس گزاره های ابجکتیو به دو دسته قابل تقسیم شدن. گزاره های ابجکتیوی که صدق و کذب بهشون رو همین الان در میابیم، گزاره های ابجکتیوی که صدق و کذب دارن ولی صدق و کذب بهشون شاید 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 میلیون سال دیگه بشر بفهمه. به اولی ها میگن ابجکتیو بالفعل و به دومی ها میگن ابجکتیو بالقوه. ابجکتیو های بالفعل اونایی هستند که صادق و کاذب دارن، همین الان هم بالفعل میتونیم بفهمیم صادقن یا کاذبن. ولی ابجکتیو های بالقوه اونایی هم که صادق و کاذب دارن، ولی بالقوه ما میتونیم بفهمیم صدق و کذبشون. الان بالفعل عملا نمیتونیم تشخیص بدیم. تا اینجا روشنه. اگر این تقسیم بندی رو دوستان خوب متوجه بشن، اون وقت میفهمن که انگار از این سه نوع گزاره‌ای که من گفتم، یکی ابجکتیو بالفعل، یکی ابجکتیو بالقوه و یکی هم سابجکتیو، کدومشه که قطعا میتونیم راست و دروغ در روش بگیم؟ فقط ابجکتیو های بالفعل. ابجکتیو های بالقوه راست و دروغ دارن ولی نمیدونیم راستن یا دروغن. سابجکتیو ها هم که اصلا راست و دروغ ندارن. حالا اگر که پدر یا مادری خواستن بگن ما نیازهای بچه‌مون را فهمیدین چی هست، فقط باید نیازهای بچه شون از مقوله ابجکتیو های بالفعل باشه. در باب ابجکتیو های بالقوه یا سابجکتیو پدر و مادر حق ندارن دعوی کنن. یعنی چه؟ یا ابجکتیو بالفعل بگم، اگر یک پدری به بچه ش گفت که این کنسرو یا این کمپوت یا این عرض میکنم که ظرف آب میوه، این مسموم کننده است و بنابراین خلاف نیازت اگه بخوری، ولی اون میخوای بخوری ها، ولی من اجازه نمیدم بخوری این کمپوت را یا این کنسرو ماهی رو اجازه بهت نمیدم، چه میتونه این حق داره؟ وقتی که آزمایشگاه های بیوشیمی یا بیوفیزیک یا آزمایشگاه های علوم تغذیه اثبات کرده باشن که این چیه؟ این سمیه. یعنی ابجکتیو باشه اولا و ثانیاً ابجکتیوش همین الان چی شده باشه در واقع؟ اثبات شده باشه. اینجا هر چه بچه بالا بره پایین بیا جلز و بلز بکنه، پدر یا مادر حق ندارن این رو بهش بدن، چون این به صورت ابجکتیو بالفعل معلوم شده که نه فقط نیاز بدن بچه رو برآورده نمی‌کنه، بلکه برخلاف نیاز و مصالح بدن بچه است. اینو میتونم بگم. چرا؟ چون فیزیکدانان، شیمیدانان، اونایی که در بیوفیزیک و بیوشیمی و علم تغذیه کار میکنن، تونستن بفهمن صدق و کذب این جمله رو و تونستن بفهمن این جمله که این کنسرو مسموم کننده است صادقه. چون این جمله رو فهمیدن که صادقه، من دیگه هر کار بکنه بچه‌ام بشه خواهد. اما تعداد این نوع جملات چقدره؟ ترجمه کنید. یه بچه از وقتی به دنیا میاد تا مثلا 18 سالگی که این همه خواسته داره، ترجمه کنید، و خب نیاز هم داره، پدر و مادر چند درصد از موارد نیاز رو میتونن با این قاطعیت بفهمن چیه و بعد بگن این خواستت با نیازت مطابق بود بهت میدیم، اما اون خواستت با نیازت مطابق نبود بهت نمیدیم؟ چقدر از نیازهای بشر رو به این درجه که میشه فهمید که این قضا مسئول کننده است احراز کردیم؟ اینا خیلی کم، خیلی زیاد نیست. توجه میکنید در باب تغذیه ما دیگه بهترین مورده. شما الان بچه‌ت رو ببرید که یک متخصص تغذیه نشون بدید، میگید با توجه به جنسیتش که دختر یا پسره، یا با توجه به سنش و با توجه به وزنش و با توجه به طول قدش، با توجه به اینا، این در شبانه روز این مقدار کالری نیاز داره، این مقدار پروتئین، این مقدار کلسیم، این مقدار ویتامین، اینا رو نیاز داره. این معنیش چیه؟ یعنی اگر کمتر از اینا کالری یا کلسیم یا ویتامین یا پروتئین به بدن بچه‌تون برسونید، نیازاشو برآورده نکردید. و اگر بیشتر از این برسونید، یعنی بیشتر از این بهش بخورونید هر کدوم از اینا را،
اون وقت تا یه جایی که بیشتر بهش میخورونید دیگه اضافه بر نیازش بهش خورونده اید و از یه جایی اگه بیشتر بخورونید نه فقط اضافه بر نیازه بلکه چیه در واقع؟ به ضرر بدنش تموم میشید. خب اینجا میتونم با بفهمم که بچم چقدر باید در شبانه روز من بهش خوراک و نوشاک بدم. میفهمم خوراک و نوشاک چقدر باید باشه، اونی که به من گفتن این مقدار کالری، این مقدار پروتئین، این مقدار اصلا کلسیم، این مقدار ویتامین رو باید تامین کنید. من پدر و مادر دیگه بیشتر از این موظف نیستم به بچم خوراک بدم، چون بیشتر از این نیاز ندارم. تا یه حدی بعد از اینم اگر به بچم بدم اضافه بر نیازش بهش دادم، ولی دیگه اگه بیشتر از اونم بهش بدم که اصلا دارم بدنشو از بین میبرم، دارم به معده‌اش لطمه میزنم، به دستگاه گوارشش یا هر چیز دیگه. خب اینجا کار روشنه. ما میتونیم به متخصص، اگر بیمار شد بچه من کار باز روشنه، میتونم به پزشک بگم این که الان بیماره این چه چیزهایی بدنش بهش نیاز داره و چه چیزهایی بدنش بهش نیاز نداره، من میتونم بفهم خواسته ها کی بر نیاز انطباق داره کی نداره. اگر به جای بیماری و سلامت بچه بحث نیرومندی و ناتوانی بچه هم مطرح شد، اونم میشه. ممکنه بچه شما سالمه ولی نیرومند نیست، قوی نیست، اونم میتونه به من متخصص علم تغذیه بگه این بچه تون رو با این خوراکی ها اینو نیرومندش بکنید در حدی که باید نیرومند باشه. حتی زیبایی هم تا حدی، چون سه تا ویژگی جسم ما داره، یکی سلامت، یکی نیرومندی، بکن زیبایی، حتی زیبایی بچه هم تا حدی متخصصانی هستن که بفهمن که این کار رو بکنید بچه تون صورتش یا اندامش زیباتر میشه یا جلو به زشت‌تر شدنش گرفته میشه. تا اینجا روشن. وقتی به نیاز بعد از مثلا خوراک و نوشاک برسیم به پوشاک، باز تا حدی متخصصانی هستن که بگن بدن به چقدر پوشاک و در فصول مختلف سال به چه طرز پوشاک نیاز داره. به مسکن هم که برسیم باز تا حدی میشه. به خواب هم که برسیم میشه گفت که بچه تون این مقدار خواب نیاز داره، بیشتر از این رو شما حق دارید که جلو خوابشو بگید. ببینید تا وقتی با نیازهای فیزیولوژیک و بیولوژیک سر و کار داریم که بهش میگیم نیازهای اولیه و گاهی بهش میگن ضروریات زندگی، ضروریات زندگی وقتی میگن این اینا، یعنی نیازهای اولیه، یعنی تا وقتی با خوراک و نوشاک و پوشاک و مسکن و خواب و استراحت و ارضای غریزه جنسی و تفرج با اینا تا سر و کار داریم، تا حدی علوم بشری پیشرفت کرده. وقتی یعنی چه تا حدی علوم بشری پیشرفت کرده؟ یعنی در باب اینها ما گزاره‌های ابجکتیو بالفعل داریم، یعنی به گزاره‌های ابجکتیو بالفعل رسیدیم، گزاره‌هایی که صادق و کاذب بودنشون همین الان بشر فهمیده. ولی وقتی که وارد نیازهای ذهنی بچه میشیم، خب بچه غیر جسمش نیازهای ذهنی هم داره، و دیگه وقتی از اون دشوارتر وارد نیازهای روانی بچه میشی، اونجاها هنوز علوم بشری اونقدر پیشرفت نکرده که بتونیم به همین قاطعیت بگیم. نگاه کنیم لنگان لنگان علوم انسانی دارن پیشرفت میکنن، مثلا روانشناسی، مثلا جامعه شناسی، مثلا اقتصاد، مثلا مدیریت، انسانشناسی، این علوم دارن پیشرفت میکنن، اما هنوزم اون قاطعیتی که ما در فیزیک داریم و در شیمی و در زیست شناسی داریم، یعنی در سه تا علمی که با نیازهای فیزیولوژیک و جسمانی مسلط کار دارن، با این قاطعیت اونجا نمیتونیم بگیم. حلت میکنیم اینجاست که در این حال که هر نتیجه میگیم، در این حال که هر پدر و مادری موظفن اخلاقن که نیازهای بچهشون برآورده کنن و اگر روزی روزگاری نیازهای بچهشون با خواسته های بچهشون در تعارض افتاد، حتما نیازها رو ترجیح بدن بر خواسته ها و تابع هیچ عجز و لابه و گریه و زاری و التماس و اینا نشن و بگن ما وظیفه‌مون اینه که نیاز تو رو ترجیح بدیم بر خواستت، ولی مواردی که نیاز آشکار است که چیه و معلومه که این خواسته با نیاز میخونه یا نمیخونه، موارد خیلی فراوان نیست. اینات میکنیم اون وقت وقتی من میگم خیلی فراوان نیست، یعنی حتی خود متخصصان هم نمیتونن با دقت تعیین بکنن، یعنی روانشناسان هم حتی نمیتونن با دقت تعیین بکنن، چه برسه به من و همسرم که روانشناس هم نیستیم، یه آدم های عادی هستیم، عرض میکنم که داریم مثلا لبنیاتیمون رو اداره میکنیم یا یه معلم مدرسه ایم یا فقط
قرارم اینه که جایی که متخصصانم مشکل پیدا میکنن به طریق اولا من و همسر من که متخصصان نیستیم در هیچ کدوم از این علوم مشکل پیدا میکنن. اینه که باید خیلی با احتیاط رفتار کرد با بچه. نمیشه که ما بگیم آقا ما فهمیدیم تو به این نیاز داری، بالا بری یا پایین بیای با خواسته مخالف نیازت مخالفت میکنیم. نمیتونیم بگیم، چون ما با چه قاطعیتی میتونیم بفهمیم که بچه‌مون به چی نیاز داره و به چی نیاز نداره. نتیجه این حرف این میشه که تا جایی که علوم بشری پیشرفت کرده، من پدر و من مادر باید از متخصصان علوم بشری بپرسم که این بچه من چه نیازهای جسمانی داره، چه نیازهای ذهنی داره، چه نیازهای روانی داره، و اگر یه نیازهای چهارم به نام نیازهای ارتباطی یا اجتماعی هم داشته باشیم چه نیازهای ارتباطی یا اجتماعی داره. اینات میکنیم، اما بیشتر از این ما توان نداریم. و از این لحاظ میخوام بین یک افراط و تفریطی در واقع به یه افراط و تفریطی در واقع توجه بدم. بعضی از پدران و مادران هر چی بچهشون میخواد در اختیارش میذارن، به بهانه این که بچه نباید گره های وجودی پیدا کنه، نباید عقده پیدا کنه، بچه‌م الان اینو میخواد باشه، بچه‌م اونو میخواد. یعنی بچه در واقع داره یه نوع سلطنت میکنه، یه نوع حکومت داره میکنه بر پدر و مادرش، هر چی میخواد آماده براش میکنن، میگن بچه‌م این نباید بشه، بچه‌م اون نباید بشه، و بنابراین هر چی میخواد در اختیارش میذاره، که البته خطاست. اما از اون طرف هم پدران و مادرانی هستن که با اینکه قدرت تشخیص نیاز رو ندارند، با توهمات خودشون با بچهشون معامله میکنن و هر چی بچهشون میخواد با معیارهای خودشون میسنجن و میگن اینو بهت نمیدیم. گویا دارن به زبان حال میگن بهت نمیدیم به خاطر اینکه این خلاف مصالحته، با اینکه فی الواقع قدرت تشخیص مصالح درشون نیست. اینات میکنیم. اگر پدر و مادر اخلاقی باشن به این نکته باید خیلی توجه بکنن که هر جا علم بشری، نه علم منا، نه علم تو، علم روانشناسان، علم متخصصان تغذیه، علم متخصصان بهداشت محیط زندگی، علم اونا متخصصان، هر جا چیزی رو قاطعاً گفت این نیاز انسانه باید بشه توجه کنید، و اگر خواستش با این نیاز مخالفت کرد حتما باید جلوی خواستش رو بگیرید. اما هر جا سخن قاطعی نگفتن علوم هنوز، یا اصلا سخنی نگفتن، چه قاطع و چه غیر قاطع ساکتن، هیچ هنوز برای گفتن ندارن، من نمیتونم بگم من در واقع اینو به تو نمیدم. در واقع این قدیم موارد اینه پدر و مادر فقط دارن خواسته خودشون رو بر خواسته بچه‌شون ترجیح میدن، نیاز بچه‌شون رو بر خواستش ترجیح نمیدن، خواسته خودشونو دارن بر خواسته بچه‌شون ترجیح میدن. و اخلاقا هیچ پدر یا مادری حق نداره خواسته خودشو بر خواسته بچه‌ش ترجیح بده. اگر بناست چیزی بر خواسته بچه ترجیح بده بکنه، فقط یه چیزه و اونم چیه؟ نیاز بچه است. نیاز بچه البته باید ترجیح پیدا کنه. اینه که این مسئله ایست که یک نوع انگار مشاوره دائم، یک نوع کسب اطلاعات دائم رو اقتضا میکنه که پدر و مادر دائما کسب اطلاعات جدید بکنن، ببینن آخرین دستاوردهای بشری در باب نیازهای جسمانی، نیازهای ذهنی، نیازهای روانی و نیازهای ارتباطی اجتماعی چیاست، و بر اساس این آخرین دستاوردها عمل بکنن تا وظیفه اخلاقیشون رو عمل کرده باشن. نمیشود پدر و مادر خواسته خودشونو فدای خواسته بچه‌شون بکنن، که همون بچه‌های بار میان که ما بهشون میگیم بچه‌های دوست، بچه‌های نونور، بچه‌هایی که مسئولیت اجتماعی نمیفهمن، بچه‌هایی که فکر می‌کنن جهان ملک تلق اوناست، بچه‌هایی که از همه فقط توقع دارن. نه این درسته، و نه اون پدر و مادرانی که خواسته بچه‌شون فدای خواسته خودشون میکنن. یه پدر و مادر مستبد که هر وقت خواسته بچه‌شون با خواسته خودشون مخالفت کرد، خواسته بچه رو تو سرش می‌زنن و خواسته خودشون رو مقدم می‌کنن. ما در از لحاظ اخلاقی حق نداریم خواسته‌ای رو بر خواسته مقدم کنیم. ما باید نیاز رو بر خواسته مقدم کنیم. و هر که تشخیص قطعی داریم که نیازی بچه‌مون داره، البته حق مخالفت باش داره. این نکته. نکته دومی که باید در اینجا گفت اینه که بچه یک سلسله نیازها رو قطعا دیگه داره. این نیازهایی رو که قطعا داره
اینا رو ما دیگه ازش نمیتونیم، یعنی نیازهایی که بشر رسیده به این که این نیازها اگر برآورده نشدن بچه کمیت زندگیش یه جایی لنگ میشه. حالا یا کمیت زندگیش در شغل و حرفه لنگ میشه، یا در زندگی خانوادگی بعدیش لنگ میشه، یا در محیط کارش لنگ میشه، یا در ارتباطش با خودش لنگ میشه کمیت زندگیش، یا در ارتباط با دیگران یه جایی سرش به سنگ میخوره. این نیازها دیگه محرزه. من این نیازهای محرز رو میخواستم عرض کنم. این نیازهای محرز همینطور که از سخنان تو الان فهمیدید یه بخشش که نیازهای فیزیولوژیک که بچه به چقدر خوراک و پوشاک و مسکن و این چیزا نیاز داره، اونا که دیگه محرزه و من و شما خیلی هم در بابش شک و شبهه نمی کنیم. معمولا متخصصان رو به رسمیت میشناسیم، به اونا رجوع میکنیم و اونا به ما میگن که با بچه‌تون این رفتار رو بکنید، اون رفتار رو نکنید، اینو بهش بدید نمیشه. اما بعد از این نیازها یه سلسله نیازها محرز است به لحاظ روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی و حتی به لحاظ فلسفی محرزه که این نیازهای بچه هاست. اگه برآورده نشدن این نیازها، برآورده نشدنشون حتما لطمه های جدی خواهد زد. اینا رو من که محرز شده رو خدمتون عرض میکنم. اولین نیاز که بچه ها دارن نیاز به دانستن. این اون چیزی که اول هم تو بچه ها ظهور میکنه، اینه که بچه های ما هر چه سنشون کمتره کنجکاوترند. درسته؟ ما هر چه سنمون بالا میره کنجکاویمون از دست میدیم. یعنی مثلا منی که تو 4 سالگی 3 سالگی روزی 50 تا سوال بر ذهنم عارض میشده و پدر و مادرم زنده میکردن از اینکه این سوال رو میکردم، الان که 62 سالم هست 5 سال به 5 سال یه سوال به ذهنم نمیاد. یعنی کنجکاوی رو از دست دادم. در واقع اولین نیاز ذهنی بچه ها که احراز شده که این نیاز رو نمیشه به هیچ ترتیبی بهش بی‌توجهی کرد، نیاز به دانستن. بچه نیاز داره به این که جهان پیرامون خودش رو بشناسه. هر گونه تفره رفتن از برآوردن این نیاز آتیه بچه رو بیشک و شبه از میان میبره. اینش میگن نیاز به معرفت. این همون چیزی بود که افلاطون در 2600 سال پیش میگفت که اولین رکن از 3 رکن روح آبادان حقیقت طلبیه. امروزه به جای حقیقت طلبی بیشتر تعبیر چی بکنن برن؟ کنجکاوی بکنن برن. میگن طرف کنجکاوه، یعنی هر کنجی را میکاوه، هر گوشه و کناری رو ناخنک میزنه، سرک میکشه، این کنجها رو میکاوه. این نیاز به دانستن 3 جبهه خیلی شاخص داره. پس دارم اولین نیاز رو میگم، اولین نیازی که مخرزه و نمیشه بیشتر توجه کرد، نیاز به دانستن. نیاز به دانستن 3 تا وظیفه بر دوش پدر و مادر میذاره. یکی خود تعلیم و تربیت بچه است که بچه را تعلیم بدن و تربیت بکنن. نگاه کنید، تعلیم هم با تربیت خودتون ببینید که تعلیم دانستن گزاره هاست و تربیت دانستن کار هاست. اگر من گفتم که جمعیت مشهد چقدره؟ درسته؟ من در واقع دارم از شما سوال میکنم از چی؟ از یک گزاره. باها شما میگید جمعیت مشهد 1 میلیون نفره. این در واقع به من یه چیزی تعلیم داده. اما اگه بگم که شنا کردن چطوریه؟ اینجا به من دارید یاد میدید یه کار را، نه یه واقعیت را. واقعیت من خبر نمیدید. اگه شما گفتم شطرنج چجوری باید بازی کرد، عود رو چگونه باید نواخت، توجه میکنیم؟ اینا از شما یه کاری رو بلد نیستم انجام بدم، میخوام این کار رو من یاد بدید. نگاه میکنیم، وقتی من یه کاری رو بلد نیستم انجام بدم و از شما میخوام که اون کار رو من یاد بدید که بتونم انجام بدم، میگم از سواری چجوری باید کرد، چجوری باید فرض کنید که پرش ارتفاع کرد، چجوری باید پرش طول کرد. یه سلسله کارهایی که من بلد نیستم، میخوام شما من یاد بدید. اینا رو اگر شما من یاد بدید، شما من رو تربیت کردید. اما اگر نه، سوال من درباره کارهایی که بلد نیستم نیست، واقعیت هایی که ازش بیخبرم. مثلا نمیدونم جمعیت ژاپن چقدره،
نمیدونم مرتفع تری کوه کره زمین کدوم کوهه، نمیدونم خدا وجود داره یا نه، نمیدونم زندگی پس از مرگ وجود داره یا نه. اینجا من کاری نیست که بلد نباشم، واقعیت یکی ازش بیخبرم. اگر شما من از اون واقعیت با خبر کردید، شما من تعلیم دادید. پس تعلیم حاصلش یاد دادن یه واقعیت به من، تربیت حاصلش یاد دادن یک کار به من، یه طرز کار را، یه طرز فعالیت رو به من یاد دادید. بچه ها هم نیاز به تعلیم دارن، هم نیاز به تربیت دارن، هم یک سلسله از واقعیت های جهان رو هی از من شما میپرسن، یا اگر هم نپرسن ما باید به اطلاعشون برسونیم، درسته؟ اینا اگه بهشون به اطلاعشون برسونیم تعلیمشون دادیم. یه سلسله کارا من بلد نیستم، مثلا بلد نیستم چجوری پاشونو به توپ بزنن، میبینن که برادر بزرگترشون پاشو که میزنه به توپ حتما پشت به توپ میخوره، اما این 10 بار پاش این برای توپ و اون برای توپ میخوره، آخرش هم به توپ نمیخوره. این در واقع از من میخواد که بهش یاد بدم که یک کار رو چجوری باید کرد. توجه میکنید؟ خب اگر تعلیم صورت بگیره، حاصلش یه معرفتی است که برای طرف مقابل پدید میاد. اگر تربیت صورت بگیره، حاصلش یه مهارته. بچه ها هم به معرفت نیاز دارن، هم به مهارت نیاز دارن، هم باید یه چیزهایی رو بدانن، هم باید یه کارهایی رو بتونن بکنند. درسته؟ این در واقع اولین چیزه. دومین چیزی که این نیاز بچه ها بدانستن الزام میکنه، علاوه بر اینه که بچه ها وقتی که میخوان کاری بکنن، باید از نتایج مثبت و منفیش آگاهشون کرد که این کاری که تو میخوای بکنی، این نتایج مثبت داره، این نتایج منفی هم داره، فائده هاش ایناست، هزینه هاش هم ایناست، سودش ایناست، زیانش هم ایناست. به هر تعبیری، این که تعابیر مختلف به کار می‌برن، بخاطر اینکه تو کتاب‌های مختلف تعابیر مختلف به کار می‌برن. هر کاری که بچه می‌کنه، پدر و مادرش تا جایی که در توانشون هست باید بهش بتونن بگن که آثار و نتایج مثبت این که کاری که می‌کنی اینه، آثار و نتایج منفیش هم ایناست، فائده هاش ایناست، هزینه هاش هم ایناست، سود هاش ایناست، زیان هاش هم ایناست، عیب و نقص هاش ایناست، مزایا هاش هم ایناست. برای این که بچه نمیتونه دست و دست بگذاره و کار نکنه، از سوی هم اگه بخواد هر کاری را بدون علم به آثار و نتایجش بکنه، اون وقت ممکنه خسارات عظیم بهش وارد بشه. اینه که بچه حق داره بر گردن پدر و مادرش، و پدر و مادر وظیفه دارن در قبال او که کارهایی رو که بچه میخواد انجام بده تا اونجایی که در توانشون هست، چه در توان خودشون، چه با رجوع به متخصصان، به بچهشون بگن این کار این آثار و نتایج مثبت و این آثار و نتایج منفی رو داره. این اون چیزیست که بهش میگیم دلالت به خیر. دلالت به خیر که امروز شما جوانها بهش میگی چی؟ میگی تجربه‌مو شیر کردم با بچه‌هام. ما که این حرفا رو نمیفهمیم، ولی در واقع معناش اینه که شما تجاربتون رو در میان بگذارید. من اینا در میان گذاشتم چه عیبی داشته که ما میگیم شیر میکنیم؟ تجاربتون رو در میان میذارید با بچه‌تون که این کار با آن مقدار علمی که من دارم، بچه اون مقدار تجربه‌ای که دارم، اون مقدار قدرت تفکری که دارم و اون مقدار عمق فهمی که دارم، به من میگه این کار آثار مثبتش ایناست، آثار منفیش ایناست. من در واقع از من پدر یا ولی مادر، از علم خودم و از تجربه خودم و از قدرت تفکر خودم و از عمق فهم خودم، از این چهارتا استفاده میکنم و بچه هم میگم به نظر من این کار این آثار مثبت داره، این کار آثار منفی هم داره. اگرم خودم در جایی علمم یا تجربم یا قدرت تفکرم یا عمق فهمم قد نداد به این که بتونم نظر مشورتی بچه هم بدم، از کارشناسان زیرت استفاده میکنن. این نمیشه میگن دلالت به خیر. دلالت به خیر جانشین امر و نهی میشه و بعدا خواهم گفت که ما حق امر و نهی بچه‌مون نداریم. ما دلالت به خیر میتونیم بکنیم، یعنی میتونیم بگیم این کاری که تو میخوای بکنی بدون فایده هاش ایناست، هزینه هاش هم ایناست. اینکه تو حالا امر و نهی رو بعدا وارد بحثش میشه. پس گفتم که کنجکاوی یا به تعبیر نیاز به دانستن اولین نیاز مخلصه. گفتن برای اینکه این نیاز برآورده بشه، پدر و مادر سه تا کار باید بکنن. یک کار رو گفتن تعلیم و تربیته، یک کار دومی که گفتن باید انجام بدن پدر و مادر اینه که هر کاری رو بتونن بگن که این چیزها مثبته و این چیزها منفیه، اینا مزایای این کاره و اینا مزایای این کاره.
اینم یک. بعد یک چیز سومی هم که پدر و مادر باید یاد بدن به بچه اینه که بچه رو بهش بگن برد عمل تا کجاست، کیا تحت تأثیر عمل تو قرار میگیرند. بچه ها در برآورد برد کارشون ناموفقند، نمیفهمند که این کاری که میکنن به لحاظ زمانی تا چه آثار و نتایجش استمرار پیدا میکنه، به لحاظ مکانی آثار و نتایج کار تا کجا امتداد پیدا میکنه، و به لحاظ وضع و حالی هم عمق اثر مثبت یا منفی کارشون چقدر. توجه میکنید؟ مثال بزنم. فرض کنید یه بچه ای یه سیری تو گوشه مثلا همکلاسیش بزنه. بچه نمیدونه که سیری تو گوش همکلاسیش چه آثار و نتایجی روی گونه همکلاسیش یا رو گوش همکلاسیش میذاره. گاهی وقتا میبینید که مثلا میگم مثال دارم میزنم، خون از گوش بچه میپاشه، از گوش اون بچه این وحشت میکنه، واقعا هم از اول قصد نداشته که چونان بزنه تو مش بزنه تو گوش همکلاسیش که خون از گوش بچه همکلاسیش بیاد، ولی خب خبر نداشته که این عمل آثار و نتایجش بردش تا کجاست. سه نوع برد هر عملی داره، یکی برد مکانی، یکی برد زمانی و یکی برد وضع و حالی. نمیدونم که این دادی که میزنم، این فریادی که میکنم تا کجا میره، به چه کسانی میرسه، یاد میکنید، و این آثار تا کی ادامه پیدا میکنه. بچه ها هر چه بزرگتر میشن به برد کارشون وقفه بیشتر پیدا میکنن، ولی در اوایل بچگیشون اصلا از نظر دید بچه ها کار خیلی خطرناک انجام میدن، نه به جهت اینکه قصد دارن کار خطرناک انجام بدن، نمیدونن این کارشون برد مکانیش، برد زمانیش و برد وضع و حالیش چقدر. پدر و مادر در باب برد کار باید آگاهی بدن که بچه ها بدونن که این کارشون این مقدار اثر منفی یا این مقدار اثر مثبت داره. این اثر فقط به خواهرت، یه بچه‌ای ممکنه کاری بکنه که ضررش به خواهرش هم برسه، به برادرش هم برسه. اگر اون کار رو کرد نمیدونسته که برد این کار به این افراد هم میرسه، فکر میکرده برد کارش فقط عائد خودش میشه. حالا بحث این که برد کار هم به لحاظ مکانی، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ وضع و حالی چه پیچیدگی های ایجاد میکنه در ذهن بچه و بچه ها چقدر ذهنشون مشغول میشه به این، یه بحثای دیگری که نمیخوام واردش بشم. اما نکته سوم که نیاز به دانستن بچه ها الزام میکنه بر دوش پدر و مادر، این که پدر و مادر برد مکانی، زمانی و از احالی کار بچه ها رو بهشون گوشزد بکنن. خیلی وقتا بچه ها اگه بفهمن برد کارشون اینقدره دست به کار نمیزنن، یا بالعکس دست به این کار میزنن. یه بچه اگه بفهمه که یه سیب رو اگه به همکلاسیش بده چه آثار مثبتی میتونه روی همکلاسی داشته باشه، میده، ولی چون نمیدونه و فکر میکنه فقط تنها کاری که این سیب برای بچه میکنه اینه که سیرش میکنه و نمیدونه چه نیازهای دیگری از این بچه هم داره برآورده میکنه، اگه میدونه چه بسا این سیب رو با آمادگی و استعداد بیشتری به همکلاسیش میده. این یک. بنابراین اولین نیاز بچه ها در واقع نیاز به دانستن. دومین نیاز بچه ها نیاز به لذت بردنه. ببینید دوستان، در واقع همه نیازهای همه ما داریم، ما یعنی فقط بچه ها ندارن. منتها چرا هی من میگم بچه ها بچه ها؟ چون بحثم راجع به چی در واقع؟ فرزند پروریه. بخشم راجع به اخلاق والدینیه. میگم بچه بگنه نیازها در همه ما هست، منتها من رو که الان از پدر و مادرم کسی انتظار نداره این نیاز من برآورده کنن، ولی از من انتظار دارن که از بچه‌م این نیازاشو برآورده کنم، وگرنه این نیاز حتی که بچه من داره خود منم دارم. دومین نیاز به لذت بردن. نیاز به لذت بردن در بچه بیشترین انگیزه برای اعمالش میشه. یادتون میاد که اگر با فروید آشنایی داشته باشید میدونید که فروید معتقد اصلا تا اصل لذت تا مدت‌های مدیدی اصل مهم و حاکم بر وجود انسان، اصل لذت همش داره چرکه میدازه که چه کاری لذتمو افزایش میده و چه کاری لذتمو کاهش میده، چه کاری درد و رنجمو افزایش میده و چه کاری درد و رنجمو کاهش میده. فقط با معیار لذت افزایی و درد و رنج کاهی بچه ها خیلی کار رو انجام میدن.
توجه به بقیه جنبه های کارشون خیلی وقتا ندارن، فقط میبینن از این کار لذت میبرن، یا این کار لذتشون افزایش میده، یا این کار درد و رنجشون کاهش میده، خب دست به کار میزنن. دیگه بقیه محاسبات کارشون دخیل نیست، به خاطر اینکه بچه‌ها به تعبیر فروید محکوم اصل لذت هم. حالا چه تعبیر فروید رو قبول بکنیم که تعبیر اصل لذت به کار میبره و چه تعابیر بقیه روانشناسان، ولی محرزه که بچه‌ها خیلی براشون مهمه که زندگیشون رو با لذت هرچه بیشتر و درد و رنج هرچه کمتر ادامه بدن. و این خاصیت به حدیه که گاهی ملاحظات دیگه رو بچه‌ها بهش توجه نمی‌کنن. این که ما باید این نیاز هم جواب بدیم، یعنی به نیاز به لذت بردن، اینو معمولا در اون آدمایی که بچه هاشون رو به تعبیر من خیلی لوس بار میارن افراط در توجه به این نکته است، چون فکر میکنن بچه هاشون رو فقط باید با میزان لذت و عدمشون، وقتی که چون هر چه بچه میخواد به نظرشون وقتی بهش برسه لذت میبره و هر چه بچه نمیخواد اگه بهش برسه حتما الم عایدش میشه، وقتی کارو نمیکنن در واقع افراطی در همین اصل لذت جویی فرزند. اینم در واقع اصل دومی است که خواستم عرض کنم. اصل سوم نیاز به خوبیه، نیاز به لذت که قبل میگفتن نیاز به خوشی زندگی، ولی عجیب اینه که بچه ها نیاز به خوبی رو هم به شدت احساس میکنن. دوستان میدونن که دو تا روانشناس بزرگ نیمه اول قرن بیستم، یعنی ژان پیاژه که روانشناس کودک و روانشناس رشد بود و شاگردش کولبرگ، اینا تا مدت‌های مدیدی حرفشون قدره داشت بر محافل روانشناسی و اون بود که بچه‌ها تا سن لااقل 9 سالگی اصلا خوب و بد متوجه نمی‌شن. معتقد من بچه‌ها تا سن این دو تا استاد معتقد بودن که بچه‌ها تا سن 9 سالگی مفاهیم اخلاقی تو ذهنشون معنادار نیست و حتما دیدید که یک سلسله آزمایش هایی که مؤید این نظر هست تو آثار ژان پیاژه تو آثار کولبرگ میاد. اما نزدیک 30 سالیست که روانشناسی متوجه شده که این خطا بوده، این استنتاج کولبرگ و استاد ژان پیاژه. بچه ها از سنین خیلی کودکی و به نظر بعضی ها از 3 سالگی خوب و بد متوجه میشن، یعنی علاوه بر اینکه لذت رو بهش توجه دارن متوجه این هم هستن که بعضی کارها خوبند و خوب آدم انجام بده و بعضی کارها بدن و بده که آدم انجام بده. این نیاز به خوب بودن هم در بچه ها هست و از این در بعضی وقتا بچه خوشه، یعنی به لذتش رسیده، ولی میبینید به لحاظ روانی نارامه به خاطر اینکه میبینه به این خوشی از راه یه بدی رسیده، یعنی به یه لذتی رسیده از راه بدی کردن به دیگری. اینات میکنید؟ از این نظر در روانشناسی رشد و روانشناسی به اصطلاح تحولی در 30 سال اخیر 35-6 سال اخیر تمام تأکید بر اینه که نیاز به خوبی رو در بچه ها باید برآورده کرد و نیاز به خوبی به اینه که بچه ها علاوه بر این که این کار چقدر لذت بهمون میده و چقدر الم بهمون میده، از اینم آگاهش میبکنیم که این کار چقدر خوبه و چقدر بد، یعنی نوعی آموزش اخلاقی. اینو معمولا بهش میگن در واقع آموزش اخلاقی، یا گاهی هم میگن آموزش رشد اخلاقی، به خاطر اینکه بچه ها نیاز به اینم دارن که بدانن که خوبی و بدی. منتها این نکته وجود داره و این خیلی مهمه و من چون خیلی بحث در این باب زیاد جاهدی کردم فقط توجه میدم که ببینید ما وقتی میگیم بچه ها نیاز به خوبی و بدی دارند، یعنی نیاز به باید و نباید اخلاقی دارند. نباید هر باید و نبایدی رو گمان کنیم باید و نباید اخلاقی. ما 6 قسم باید و نباید داریم تو زندگی، فقط یک قسمش باید و نباید های اخلاقیه. و این که میگیم بچه ها نیاز به خوب بودن دارن، یعنی بچه ها نیاز به باید و نباید های اخلاقی دارن، نه به اون 5 قسم نیاز دیگه. من فقط اشاره میکنم ما گاهی باید و نباید های قانونیه و حقوقیه، یعنی قانون میگه فلان کار رو باید کرد فلان کار رو نباید کرد. گاهی باید ها و نباید هامون مناسکی شعائریه، یعنی دین و مذهب میگه نماز بگذار
مثلا وضو بگیر، اشعه ربانی به جا بیار، مثلا در رود گنگ شستشو بده خودتو. اینا بعد نواهی اخلاقی نیست، بعد نواهی مناسکی شعائریه، یعنی بعد نواهی دینی و مذهبی. اینم دو قسم. یه نوع بعد نوایت ها و بعد نوایت های ناشی از آداب و رسوم و عرف و عاداته. ما ایرانی آداب و رسوم اقتضا میکنه که سینزه رو بدر کنیم یا سفره هفت سین بچینیم یا چهارشنبه سوری از آتش بپریم، اما فقط آداب و رسوم ها. این بعد نوایت بعد نوایت اخلاقی نیست. بعضی بعد نوایت های زیبایی شناختی هست، فرض میکنیم، یعنی زیبایی شناسی میگه این کارو بکن، زیبایی شناسی میگه موت رو شونه کن یا لباست رو اوتو کن. اینا بعد نباید اخلاقی نیست، زیبایی شناسی. یه نوع بعد نباید هم مصلحت اندیشانه است، یعنی اگر هدفی داشته باشید خب باید وسایل رسیدن به اون هدف رو هم فراهم کنید. اینا محل بحث است. این پنج نوع بعد نباید که الان گفتم محل بحث است. بعد نباید ششم محل بحثه. بعد نباید های اخلاقی، نیاز به خوب بودن دارن بچه ها، نیاز به نیک زیستی دارن، یعنی نیاز دارن باید ها و نباید های اخلاقی رو بدونن. وگرنه اون پنج نباید و نباید دیگه اون اصلا در سن کودکی نیازش ظاهر نمیشه، در رده های خیلی متأخرتر و بعدتر نیازش در شخص پدید میاد. نگاه کنید، بنابراین از میان شش قسم باید و نباید، باید و نباید حقوقی قانونی، باید و نباید ناشی از مناسک و شعائر دینی و مذهبی، باید و نباید ناشی از آداب و رسوم و عرف و آداب، باید و نباید ناشی از زیبایی شناسی و باید و نباید های مصلحت اندیشانه، اینا محل بحث است. باید و نباید قسم ششم یعنی باید ها و نباید های اخلاقی. باید بچه ها بدونن که باید صداقت داشت، نه تزویر و ریا و مکر و خدعه و نیرنگ و دروی. باید متواضع بود، نه متکبر، نه اهل اوج. باید انصاف و عدالت داشت، نه بی‌انصافی و ظلم. باید اداء امانت کرد، نه خیانت در امانت. باید به عهد خودمون وفا کنیم، نه عرض کنم که خلف وعده بکنیم و به عهد خودمون وفا نکنیم. باید شفقت نسبت به دیگران داشته باشیم، باید عشق به دیگران ببرزیم. این اصول اخلاقی که اصول اخلاقی اینا نه. این چند تا که گفتم اینا رو بچه‌ها باید یاد بگیرن. نگاه می‌کنید الان بسیار از روانشناسان کتاب‌هایی نوشتن در باب این هفت چیزی که بچه‌ها از لحاظ اخلاقی باید یاد بگیرن. نگاه می‌کنید و بعضیشون به زبان فارسی ترجمه شده که اون هفت فضیلت بزرگی که به لحاظ اخلاقی باید بچه‌ها یاد بگیرن کم کم از 3 سالگی باید به بچه‌ها القا کرد. اینم در واقع یک نیاز که خدمتتون هست. و اما نیاز بعدی که بچه‌ها دارن اینه که بچه‌ها نیاز به کار کردن. حالا شما تا من میگم نیاز به کار کردن دارن، میگید پس چرا ما اینقدر میگیم بچه های کار، کودکان کار، و اینقدر بد میدونیم پدیده کودکان کار را؟ اینو من باید توضیح بدم. ببینید آن چیزی که قوی هست در پدیده کودکان کار اینه که فقر اونها را به کار کردن واداشته. کار کردن بچه ها این یکی از بزرگترین نیازهاشونه، اما وقتی که بچه فقط به خاطر اینکه امرار معاشش رو نمیتونه بکنه کار میکنه، اینو بهش میگیم یک پدیده شوم اجتماعی. وگرنه بچه ها نیاز به فعالیت و کار دارن و مراد از فعالیت و کار، فعالیت و کار بدنی، فکر نکنید منظورم کار فکری و کار بدنی دارن میگم، راجب کار فکری و ذهنیش اثباتن و نفیان الان ادعایی نمیکنه. بنابراین بچه ها باید نجاری بکنن، اما به شرط این که نجاری کردنشون به خاطر این نباشه که پدر و مادرشون نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن، اینا رو به زور و ضرب میفرستن نجاری بکنن. بنابراین بچه ها باید هر کار فنی که خودشون بهش میل دارن رو انجام بدن. پدیده کودکان کار عیبش فقط اینه که این که بچه مشتغل به کاره به علاقه خودش نیست، به اجبار فقره، به اجبار فقر خانوادگیشه، به اجبار اینه که پدر و مادر نمیتونن نیازهای فیزیولوژیکش رو برآورده کنن، گفتن برو امرار معاش بکن یه چیزی به دست بیار که بتونی با اون چیز نیازهای فیزیولوژیک خودت رو، نیازهای ضروری خودت رو برطرف بکنی. این نباید باعث بشه که ما فکر بکنیم که بچه‌ها هر کار فنی، البته بنده نمیگم، من دارم گزارش می‌کنم،
از قول فیلسوفان اخلاق و روانشناسان اخلاق، که هر کار یدی، هر کار فنی، هر کار هنری که دوست دارم رو باید انجام بدن. فقط نکند که برای این انجام میدن که درآمد داشته باشد. اون البته یه پدیده شومیه. و اما آخرین چیزی که گفته شده اینه که فرزندان نیاز به اسیان در برابر پدر و مادر دارند. نیاز دارند که در مقابل پدر و مادر قد علم کنند. دقت میکنید؟ و ما در واقع جوری رفتار میکنیم که گویی بچه ها باید مطیع پدر و مادر باشن، اطاعت کنن از پدر و مادر. دقت میکنید؟ خب به دو جهت این نکته نادرست، یکی به جهت روانشناختی، یکی به جهت اخلاقی که برداشت تذکر میدن. اولا اگه شما اخلاقی باشید، اگرم حق اطاعت 100% قائل باشید برای خودتون و بگید من باید اطاعت 100% کنم از فلانی، باید اون فلانی چه ویژگی داشته باشه که شما اخلاقا به خودتون اجازه بدید که 100% ازش اطاعت کنید؟ باید علال قائل اون طرفی که ازش اطاعت میکنید معصوم باید باشید. اگر نه کسی که جایز الخطاست، اگه شما 100% مطیعش باشید، یعنی به احتمال قوی در بسیاری از موارد دارید کار چی انجام میدید؟ کار خطا دارید انجام میدید. به لحاظ اخلاقی فقط من حق دارم از کسی 100% اطاعت کنم که اونو معصوم بدونم، بدونم هر چی به من امر میکنه، هر چی مرا از اون چیز نهی میکنه، این درسته. وگرنه اگر انسان رو که من جایز الخطا میدونم و میدونم در داوری‌هاش، در تصمیماتش الا ماشاءالله خطا داره، کم یا بیش با درجات متفاوت، اگه خودم رو کاملا تابعش بکنم، یعنی در پیشاپیش قبول کردم که زندگی یه سلسله خطا توش راه پیدا کنه، چون خطاهای ناشی از اطاعت از کسی که امکان خطا داره، یعنی امکان خطا کردن خود من. این به لحاظ اخلاقی. اما به لحاظ روانی مشکل این وضع اینه که بچه ها از اول باید برای خودشون این حق آزادی رو قائل باشن که بتونن نفی و اثبات بکنن. اگر شما بخواید بچه هاتون اسیان نکنن نسبت به شما، یعنی میخواید بچه هاتون آزاد نباشن. و به لحاظ روانشناسی نیاز به آزادی یکی از بزرگترین نیازهای بچه هاست. بچه ها نیاز به آزاد بودن هم دارن، و چون نیاز به آزاد بودن گاهی به قیمت اسیان کردن در برابر پدر و مادر حاصل میاد، بنابراین گفته میشه بچه ها نیاز به اسیان هم دارن. از این نظر من میخوام یک پیشنهاد بکنم، و اونی که بگم نیاز به اسیان در برابر پدر و مادر رو باید شعبه ای از نیاز به آزادی دونست. اینو برای این میگم که بعضی از نویسندگان این نیاز رو مستقل از نیاز به آزادی تلقی میکنن. به نظر من نیاز به آزاد بودن یکی از نیازهای غیر قابل انفکاک از بچه هاست. اون وقت چون این نیاز به آزادی رو دارن و بعد آزاد بار بیان، آزاد بار اومدنشون یه هزینه هم داره، و اون هزینه این که گاهی وقتی در برابر اراده پدر و مادر هم اسیان میکنن، اطاعت از پدر و مادر نمیکنن. این اسیان میکردن در مقابل پدر و مادر هم مجوز روانشناختی داره، چون نیاز به آزادی رو برابر نمیکنه، هم مجوز اخلاقی داره، چون بچه ها از کجا یقین داشته باشن که هر چیزی که پدر امر میکنه و مادر امر میکنه درسته. این نیازهایی است که پدر و مادر باید برآورده کنند، که میگفتم این نیازها دیگه اگر دقت بکنید تا الان نیازهای فیزیولوژیک رو گفتن و گفتن از نیازهای فیزیولوژیک دیگه به بعدش دیگه با اون قطعیت نمیتونیم سخن بگیم، ولی این نیازهایی که بعدش گفتم، این نیازها نیازهایی است که به لحاظ روانشناختی مختزه که کودکان دارن و اینو باید برآورده کرد. اینم فقره در نقطه بعدی سخن. اما فقره بعدی سخنی که میخواستم عرض بکنم اینه که بچه ها در زندگیشون بعدها سه نوع فعالیت باید انجام بدن، و این سه نوع فعالیت من چند دقیقه هم میکنم، و این سه نوع فعالیت چیزهاییست که باید از اول نیاز به این سه نوع فعالیت را به کودکان گوشزد کرد، ولو عملا اون وقت این نیازها رو نباید ازشون خواست که برآورده کنید، ولی باید خودشون آماده کرد. هر آدمی در طول زندگی سه نوع فعالیت انجام
یک نوع فعالیت انجام میده برای امرار معاشش، درسته؟ که اونم باز در جاهای مفصل گفته شده، هر آدمی نیاز به استقلال داره و یکی از وجوه این استقلال، استقلال مالی و مادیه. برای استقلال مالی و مادی نیاز به درآمد داره و برای درآمد نیاز به شغل حرفه داره. بنابراین هر انسان تو زندگیش نیاز به یه شغل حرفه‌ای داره و بنابراین از اول باید به بچه های گوشزد بشه که یکی از چیزهایی که تو باید خودت آماده کنی برای اون احراز یک شغل حرفه است. تو نمیتونی بدون شغل و حرفه زندگی سالم داشته باشی، اما از اونجایی که برای احراز هر شغل و حرفه ای آدم باید یا در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر کارشناس باشه، بنابراین تو چاره جزی نداری که باید یک علم را اقل بیاموزی یا یک فن را یا یک هنر، چون هیچ شغل و حرفه ای نیست که کسی بتونه متصدی و متکفل اون شغل و حرفه بشه الا این که باید یا در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر صاحب نظر باشی. بنابراین از اول باید به بچه های گوشزد رو کرد که خودتون رو باید آماده کنید، ولو الان اون کار رو نمی کنید ولی خودتون باید آماده کنید، یعنی به صورت بالقوه بدونید که شما نیاز دارید به شغل و حرفه، و چون نیاز به شغل و حرفه دارید در واقع نیاز دارید که لااقل در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر شما چاره جز این ندارید که باید صاحب نظر بشید. حالا یه وقت شما در یک علم صاحب نظر میشید، مثلا ریاضیدان میشید، فیزیکدان میشید، چینیست میشید، عرض میکنم که روانشناس میشید، یا در یک فن عرض میکنم که نه در یک علم، مثلا پزشک میشید یا مهندس میشید یا مدیریت میخونید و مدیر میشید. مدیر، مهندس و پزشک اینا در سه تا فن من که صاحب نظرم. و یه وقت هم در یه هنری متخصص میشی، لازم میکنی چه هنر مکتوب یعنی ادبیات، چه هنرهای غیر مکتوب مثل موسیقی، مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، عکاسی، سینما، تئاتر. به هر حال هر شغل و حرفه ای یا دانش لازم برای اون از سنخ علمه یا از سنخ فنه و یا از سنخ هنر. بچه ها باید خیلی زود بهشون خبر داده بشه این مطلب که تو برای سلامت زندگی نیاز به درآمد داری و برای درآمد نیاز به شغل و حرفه، و برای شغل و حرفه خودت باید در یک علم یا فن یا هنر اندازه کنی. حالا بعد شرایط این رو بعدا خواهم گفت. اینو که اول بچه‌ها یه نوع فعالیت دوم هم تو عمرشون میکنن غیر از درآمدی که این فعالیت که برای کسب درآمد میکنن، اینه که به نیازهای وجودی خودشون هم باید برسن. هر کسی غیر از کارهایی که برای کسب درآمد میکنه یک سلسله کارهایی هم هست که اگر نکنه خودشو گم میکنه تو زندگی، خودشو بازیابی نمیکنه، خودشو بازشناسی نمیکنه. این فعالیت های قسم دوم مطلقا برای کسی درآمدزا نیستن، بلکه تقریبا بیشتر درآمد آدم به پای این فعالیت های قسم دوم خرج میشه، ریخته میشه. توجه میکنید؟ من هر وقت میخواستم اینو توضیح بدم به زبان ساده میگفتم فعالیت های قسم دوم اون فعالیت هایی است که وقتی فرصت برای انجامش براتون پیش میاد میگید آخ جون میرم سراغ فلان، درسته؟ وقتی من خبر میدم که این هفته سه روز دولت تعطیل اعلام کرده، یا وقتی آخر هفته میرسه، یا وقتی تعطیلات عید میشه، یا وقتی میام تعطیلات مرخصی میشه، یا وقتی که بعد از ظهر دارم برمیگردم از اداره به طرف خونم، پیش خودم میگم آخ جون الان میرم. اینا اوناست که میگیم نیازهای وجودی آدمی. حالا یه کسی میگه میگم شطرنج بازی میکنم، یکی میگه کوهنوردی میکنم، یکی میگه فیلم میبینم، یکی میگه رمان میخونم، یکی میگه شنا میکنم. هر کدام از ما بسته به ویژگی های متفاوت شخصیتی و منشی و چند تا از این نیازهای وجودی داره. این نیازهای وجودی سر سودن درآمد برای ما ندارن، بلکه بیشتر درآمد ما خرجشون میکنیم. توجه میکنید؟ اینم در واقع اینا نشیدیم الفه پردازی. قسم اول شغل حرفه بود، اما این قسم دوم عرف پرداز، و قسم سوم رایگان بخشیه. قسم سوم فعالیت هایی که کسی میکنه تو زندگیش اونه که ازش تبدیل میکنه به رایگان بخشی، یعنی وقتی که کسب درآمد میکنه از طریق شغل حرفه و وقتی نیازهای وجودی خودش رو برآورده میکنه که هر این نیازها خیلی متکثر و متنوع و هر کدوم از ما سه چهار تا از این نیازها رو حتما داره،
اون وقت انسان این نیاز هم درش پدید میاد که رایگان بخشی کنه، یعنی یک سلسله کمکی به دیگران بدون دریافت هیچگونه عوض، بدون دریافت هیچگونه پاداش. بدون این رایگان بخشی، رایگان بخشی ها در واقع فرقشون با اون دو قسم اول و دوم اینه که تو قسم اول، یعنی وقتی داشتم کسب درآمد میکردم از راه شغل و حرفه و تو پرداختن به نیازهای وجودی اگویست بودم، یعنی چی بودم؟ یعنی خودمدار بودم. تو رایگان بخشی قسم سوم من دیگر مدار میشم، دیگه نمیخوام به منافع خودم فکر بکنم، میخوام به منافع هم نوع خودم هم فکر بکنم، به منافع حتی حیوانات هم فکر بکنم، به منافع محیط زیستم فکر بکنم، کارایی میکنم که فقط به نفع محیط زیسته یا فقط به نفع جانوران یا به نفع هم نوعان خودمه، ولی خودم از قبلش هیچ کنه از خودم که درآمدی ندارم. این هر فعالیت شما در شبانه روز میکنی یک از استرس، هر لحظه ای که مچ خودتون رو بگیری که دارید چی کار میکنید، ببینید یا دارید کار میکنید برای کسب درآمد، یا دارید نیازهای وجودی خودتو برآورده میکنید، و یا نه دارید رایگان بخشی میکنید. بچه ها باید از کودکی بدونن که زندگیشون با این ستا در واقع میگذره و بنابراین آمادگی لازم برای هر ستا کار باید درشون پرورش بده.